بعضی مراسم ها، بعضی عروسی ها، بعضی مراسم عزاداری ها برگزار میشه. ما مورد داشتیم در یک استانی که فقط 120 نفر از یک مراسم عروسی مبتلا داشتیم. این گلایه معاون وزیر بهداشت است از شهرهایی که در کشور وضعیت قرمز دارند و تالارهای پذیراییشان بسته است، اما عروسی های زیرزمینی گرفته میشوند. هیچ کدام از آیتم های عروسی به هم نمیخورد، فقط داماد اول بسم الله باید به چند نفر شیرینی بدهد، سیبیلشان را چرب کند تا مراسم بدون دردسر برگزار شود. آرایشگاه های معروف تهران هم برایتان آرایش با تم کرونایی دارند. بعد از آتلیه عکاسی نوبت باغ و تالاری میرسد که انتخاب کرده اید و آدرسش را چند ساعت قبل از مراسم به مهمان ها اطلاع داده اید. ماسک و دستکش برای چند دقیقه اول است. مجلس که گرم شود کرونا از بین میرود. لایف های اینستا هم روشن میشود. از یک طرف باغ و تالارها بدون ترس از ابطال جواز و پلمب مراسمات را برگزار می کنند. از طرف دیگر برخی واحدهای آپارتمانی که حتی از جشن تولد فرزندشان هم نمی گذرند. در خانوادگی خواستیم که بعد از یه مدتی دور هم جمع بشیم و یه جشن تولدی داشتیم. و گاه این جشن ها تبدیل به مهمانی های چند ده ها نفره می شود. با یه سری از دوستامون که حالا من آمارشون رو داشتیم، همدیگر رو میدونستیم، در جریان بودیم که مشکلی ندارن، خب جمع شدیم یه مهمونی کوچیک هم گرفتیم، حالا یه درینک زدیم و چند روز بعد در همین جمع یکی از دوستانشان را به خاطر کرونا از دست میدهند و برای شادی روحش دور همی میگیرند. به نظر میرسد عروسی و عزاداری های یواشکی که در شرایط قرمز کرونایی آدم میکشد باید بازرسی های بیشتری صورت گیرد تا پروتکل های بهداشتی دقیق تر انجام شود و رعایت بهداشت فردی به سطح مطلوب برسد.